موزه راوتنشتراخ یوست شهر کلن آلمان میزبان نمایشگاه مادران دادخواه بر مزارهای فرزندان ایران است. در این نمایشگاه تراشیده های چوبی شعله پاکروان مادر ریحانه جباری به نمایش در آمده است. این مجسمه ها زمانی بود که من میرفتم تراپی، در واقع اون ناراحتی ها و اون خشمم رو میخواستم بیرون بریزم. موقعی بود که خیلی دلتنگ این دوستایی بودم که باهاشون آشنا شده بودم. مشخصه اصلیشون اینه که این گروه مادران صورت ندارن، برای اینکه به نظر من چه فرقی میکنه یه مادری چشمش درشته، یه مادری چشمش ریزه، یکی دماغش بزرگه، یکیش کوچیکه، اصلا اهمیتی نداره. مهم اون قاب عکسیه که دستشونه و قاب عکسی که توی این آدمک ها هست یه قلب قرمز توشه که در واقع حیات اون زنه که توی اون قاب عکس دستشه و پایه همه مجسمه ها اسمشونه، اسم اون زنه و تعداد بچه هایی که از دست دادن. بسیاری از دادخواهان در طی مسیر جستجوشون برای عدالت دست به خلق آثار هنری در همه اشکالش زدن تا بتونن افراد بیشتری رو در این مسیر با خودشون همراه کنن. بازدید کنندگان فیلمی با تصاویر مادران دادخواه بر مزار فرزندانشان با صدای 7 زن هنرمند ایرانی و آلمانی را تماشا می کنند. تصاویری که دیدم و نمایشگاهی که توش هستم از دست ساخته های شعله پاکروان مادر ریحانه جباری جز مادر دادخواه خیلی تاثیرگذار بود و باز یادآور ظلمی بود که ظلم هایی بود که به زنان ایرانی شده و مقاومتی که می کنند. پورتره‌های آبرنگ کشته شدگان از هنرمندی که با نام گل یخ شناخته می شود نیز در این نمایشگاه به چشم می خورند. ما متوجه شدیم که با هنر از همه بهتر میتونه آدم بین 2 فرهنگ مختلف یه پلی بذاره که رابطه برقرار بشه و برای ما خیلی مهمه که جامعه آلمانی درباره مشکلات ایران و به خصوص دادخواهی اطلاعات پیدا کنه و ما کارمون رو این گذاشتیم که صدای مردم ایران باشیم و به خصوص صدای مادران و پدرانی که دادخواه هستن که این جوونا هیچ وقت فراموش نشن. این نمایشگاه تا اول سپتامبر ادامه خواهد داشت. تحمین رستمی کل.